واکنش تند مارشال عبدالرشید دوستم و اشرف غنی. به نام خداوند بخشاینده مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی رزاق مامون، واکنش تند مارشال عبدالرشید دوستم به اشرف غنی. اقدام اشرف غنی عمل خودسرانه هست. جنبش ملی در اعلامیه از غنی خواسته هست که فرمان بدون مشوره خود را پس بگیرد. مارشال عبدالرشید دوستم در تماس مخابراتی در واکنش به گزینش داوود لغمانی به ولایت فاریاب گفته است: من از تصمیم حکومت مبنی بر گماشتن عجولانه والی جدید ولایت فاریاب که بدون مشوره من و دکتر صاحب عبدالله صورت گرفته است جدا ناراضی ام و این را به حرمتی به یک حزب میلیونی می دانم. همزمان جنبش ملی اسلامی افغانستان در اعلامیه از اشرف غنی خواسته است که حکم انتصاب داوود لغمانی به مقام ولایت فاریاب را پس بگیرد. این اعلامیه در عین حال نخستین زلزله سرنوشت ساز در سیاست اداری دولت و اولین مظهر جمهوری فدرال هست که بعد از این نه هرگز سلسله آن قطع نخواهد شد و تا مرز انتخاباتی شدن کامل مقامهای حکومت محلی جلو خواهد رفت. جنبش ها با دلاوری و استدلال معقول خرافه پردازی های فردی اشرف غنی و شرکایش در مورد نظام جمهوریت را زیر سوال برده و گفته اند که روزانه پیش از دهتن از فاریابیان به خاطر دفاع از جمهوریت جانهای شیرین خود را از دست می دهند، ولی نظرشان در روابط به تعیین حاکم ولایتشان گرفته نمی شود و این کار به گونه آشکار قواعد و ارزش های جمهوریت را زیر پرسش قرار داده است و پایه های آن را نیز متزلزل خواهد ساخت. در واکنش دیگر عالم سایی جالبترین استدلال را مطرح کرد که چرا نباید نظام قیصری به ولایت لغمان انتصاب نیابد. اعلامیه جنبش به امضای باتور دوستم رسید و از مخالفت صریح با آوردن افراد ناشناخته با اوضاع و احوال فاریاب سخن رانده اند. استدلال جنبش بر پایه مردم سالاری در چهارچوب نظام جمهوری واقعی بنا یافته و مشهور است که دولت باید نظر بزرگان و کلای ولسی جرگه اعضای شورای مردمی زنان و جوانان را در روابط با مقرری های ارشد در نظر بگیرد و مضافاً گفتمان ایجاد دولت غیر متمرکز اکنون در سطح کلان سیاسیون و نیروهای سیاسی مطرح است. جنبش هشدار داده است که تداوم هر گونه بی‌عدالتی و اقدامات خودخواهانه اشرف غنی را تحمل نخواهد کرد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.